ای گایز، هایی دون اساسو گنگ به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز برگشتیم با توییتر فارسی 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 خب هم رفت یه لحظه مثلا خیلی وقت بود که توییت فارسی با هم دیگه نخونده بودیم. الان میگه بابا چند وقت پیش بودی با خواهرت گذاشته بودی سوگند. نه از اون که خودم تنها بیام بشینم بخونم فکر کنم یه دو ماهی قشنگ گذشته. اگه دوست دارید بازم توییت بخونیم حتما تو کامنت برام بنویسید، ویدیو رو لایک کنید، اینا خیلی به من کمک می‌کنه. جدی میگم لایک و کامنتتون به الگوریتم ما خیلی کمک می‌کنه. اگه دوست نداریم که ما دیده بشیم که لطفاً لایک نکن. گل منو اذیت نکنید، ریشاشو تر نکنید. بعد ما دریای حماقت ساحل ندارد. 5 قدیم دختر لامپی، جدید پسر وزنه. آها یه لحظه فکر کردم وزنه رو برداشت. نه نمیره تو. و این کیسی آقای جوانی است که با دیدن وزنه تحریک شدن و باقی ماجرا. یعنی تو وزنه گرد متوجه شدم. ناموسه؟ دنیا جای عجیبی ها، یکی لامپ میکنه تو خودش، یکی میکنه تو وزن. وای داری چی کار میکنید با خودتون جدی پشمام. ولی دیگه این فتیش عجیبیه واقعا، وزن دیدن. من همه فتیش ها رو قبول دارم و به همش احترام میذارم، ولی دیگه وزنه نه. اینستا و تلگرام و گوگل زمان ما. اینا میگفتن تل تکس. کریم مسلمون نیستی تو. ببین من یه چی بهش میگم، یه ترم گذروندم تا فهمیدم تل تکس چجور کار میکنه و اصلا اینا یعنی چی، اصلا چه جوریه، اون اعداد جلو چیه. اصلا این خواهرم هم گدمه به میاداد. وا ببین این تل تکس همه جی توش بود، حتی جوک هم توش میتونستی بخونی. وا تلتکس کجایی؟ شت چقدر خوب بود تلتکس. دیگه نداریم نه؟ فکر نکنم برام باشه دیگه. افسردگی من بعد قطع شدن این شبکه شروع شد. وای شبکه پرشین تونز نه. ساعت 8:30 شب من میشستم لاکپشت نینجا نگاه میکردم، یه ایران منتظر بود لاکپشت نینجا رو از داخل پرشین تونز نگاه کنه. وای بسته شد. وای خدای من. فکت این دختر خیلی با استعداده، ولی اکثریت بهش حسودی میکنن. استعدادهای خیلی بزرگی هم داره اتفاقا. من آهنگ نو تایم تو دایشو خیلی دوست دارم واقعا. بیلی بیلی چقدر هم سریع خودمونیش، یکی از فوق‌العاده در این آدم. کی پیام داد تا من رشته کلمت دستم در رفت؟ خواب ندارید شما تو کانادا پارسالیب. ولی بیلی واقعا خیلی خفنه واقعا. بیلی آیلیش اگه بچه که این کارو کردی سلام. اصلا وای بچه های الان یعنی این کارو نمیکنن. وای چقدر حال میداد، میرفتی بالا بعد مجبور بودی با آخرش بپری پایین دیگه، چون بالا میتونستی بری ولی پایین نمیتونستی بیای. من همیشه خدا آخر شب با پادرد میمردم و مامانم میگفت خب بس میپری این پایین. من رو اوپن خونمون هم بالا میرفتم. شما هم همینطوری بودید یا نه؟ میدویدید اینور خونه بپرید رو اوپن و بپرید پایین یا رو موبایل؟ کلا من همش رفتم بالا یه جا میپریدم پایین. وای بچهای الان این کارو نمیکنن. وای راست میگی ناراحت. اینا همه خبره بد ناراحت کننده یا جدی میگم؟ اگه اینو تو دوران دبستان داشتی احتمالا الانم 15 پرمکس هسته. نه من اینا نداشتم پسر، اینا ولی بچه های دیگه داشتن تو کلاسمون. آره خیلی هم حال میکردن. نگاه همه رنگ داخل یکی بود. ای بابا ای خدایا. ولی من تونستم یک شبه با پکیج ها و آموزش هایی که دکتر سوگنگ داخل پیجشون گذاشتن بتونم یک شبه برای خودم آیفون 15 پرو مکس بخرم. اگه تو هم دوست داری یک شبه پولدار بشی حتما با ایده‌ای که این زیر هست تماس بگیر. پسرا وقتی یه دختر میگه سردمه بیا خوبی کن حالا، بعد میکنم هودیمو در میارم میگم عزیزم بیبی بیا تو بپوش سردت نشه الهی دورت بگردم. تو باید یک لباس از تن خودت در بیاری، درهای دیگه به رود باز شه. خدایا نام اثر گفتی پورشه داری؟ اینطوری نیست، اگه بنز داشته باشی میشه. برای نمیذارم این پسره که برای دوست دختری ستاره خریده بود یادتون بره. این پسر
پسر به تنهایی باعث شد آمار طلاق اصلا از اینجا به اینجا برسه، چون هیچ کس در توانش نبود برای همسرش و دوست دخترش سیاره زحل و ماه بخره. بده چی زدی کامیار؟ تو یه کجا میدونست پیش کامیار؟ بلکه خودم دارم در میارم. از کجا تو وردی یهو؟ من برات بیبی این ستاره رو خریدم. اون ستاره رو کجام کنم؟ خب اون ستاره به چه درد میخور؟ چرا الکی میگی اصلا؟ خب اگه راست میگی من همین الان یه دونه کامنت بذاری جدی، بین کامنت ها قرعه کشی میکنیم یه سیاره زحل میدیم. اوکی. تو دنیایی که گوز مهسا 2 میلیون ویو میخوره من حرفی ندارم. یعنی یه پیج زدن ملت میگوزن با مشخصات خودشون میفرستن ثبت میکنن و من هنوز انتظار دارم که شما برید کانال دوم من رو داخل یوتیوب سابسکرایب کنید مثلا، و من هنوز میشینم ویدیوهامو خودم گیمر ادیت میکنم. وای چرا چون پول در نمیاد کسی حمایت نمیکنه، پولش در نمیاد. بخم مصنوعی سوگنگ، بخم مصنوعی بذار بگم مصنوعی. مهسا از تهران 25 ساله گوزش بیشتر از من ویو میخوره. نایس، البته ویو بازه این سمه تو بیشتره. قبل یوزارسیف و جمون این معروفترین سریال تلویزیون بود. من الان میشم دوباره نگاهش میکنم. پسر چقدر این فیلم خوبی بود. خوشار برای کوبرا 11. من همیشه گفتم کوبرا 2011، بعد میدیدم 2011 نمیگفت کل ناراحت میشدم. خیلی خوب بود، دوبلش فوق العاده بود. عملیات آنها جاده ها و بزرگ راه هاست، سرعتشان سرسام آور. خیلی خوب بود پسر، این سریال فوق العاده بود. جدی باشم دوباره نگاه کنم. یه سری فیلم و سریال رو به نظرم باید بشی دوباره از اول نگاه کنی. 99% دخترها تو خونه اینطوری میشینن. راحت باشی، اصلا دختری که جلوی این شکلی میشینه غذا میخوره خیلی بد میچسه. حالا نه که بری بیرون تر دیت پاشو اینطوری بندازه بالا غذا بخوره. ببین یه دختر اینجوری با احساس راحتی میکنه خیلی حس خوبی بد میده. و یکی دیگه هم بعد از سر دیت میری اینطوری غذا میخوره. غذا بده؟ چی؟ خوب نی؟ نه فوق العاده است. این آدم بخور دیگه. خیلی این چیزا بده، لوس بازی ها رو در نیارید. اه اه اصلا ده ده گنگ بشین راحت. آره دریای حماقت ساحل ندارد. 3 مدل موی شب یلدا. خب شب یلدا تمام چی چیکار میکنی؟ فرداش میری زرد عقدی میکنی؟ چرا واقعا؟ چرا این کار رو با خودت کردی؟ رفیق؟ باب؟ این عادیه من با 21 سال سن از اومدن پانده کنفوکار 4 زوخ کنم. آی شت دی گیم. وای جدی داره میاد؟ نایس خدا رو شکر. با خدا رو شکر یه همچی کاردونه هنو داریم. اینا رو بچگی با ما اومدن. کاردونه همه نگیری تموم نشد. دیگه همی داری پانده بودی؟ آخرین عکس باب راست. چه باحال بوده. یا آیزنبرگ نی؟ میگم روی چیزی بودی تو بابی که اونطوری عکس و نقاشی میکشیدی. متافتامین بده. برای دخترها که موهاشون اینطوری کوتاه میکنن بغلاده است، فقط دایرکت من نیاد. با شوخی دارم میکنم. هنوز که هنوز از 3 سال پیش که من گفتم من از دختر مو کوتاه خوشم نمیاد، که بعد خدا قشنگ قشنگ اومد یه مشتی بر دهان من زد و من تا 1 ماه انقدر داف مو کوتاه جلو چشام اینطوری میدیدم از ریجن های مختلف که نگو، نظرم کامل عوض شد. هنوز بعد از 3 سال می دایرکت میدی که من موام کوتاهه واقعا ما خوشت نمیاد. بابا خدا من غلط کردم، من شوخی کردم. من خره کیم که نظر بدم تو موهات کوتاه باشه یا بلند. ترکیبی که بیسورم سالها باهای زندگی کنم. به اینا بالشتکی میگفتن چی میگفتن؟ تیپ آف؟ وای ببین غذا این قراره پک بشه برای فضا نورا داخل فضا بفرستن که دیگه برامون ناهاره. من شنیدم که حتی سربازای جنگ آلمان هم از این استفاده میکردن و روزها سالها داخل جنگل با اینا دووم میبردن. خیلی فوق العاده است. فقط شیر کاکاو دیگه روش نمیریختی. من اینا رو با شیر یه سریال بود. چه حرف بزن. وای اینا آدم چرا حرف نمیزنی؟ همش نصف حرف میزنی. تو فو چرا حرفت فعل نداره؟ یه سری بودن با شیر میخوردن که من شخصا از اونها بودم. یه سری هم بودن که اینا رو خالی خالی میخوردن و با شیر دوست نداشتن.
بعد تو تمام عکس ها وای پسر واقعا همینطوره، خیلی بده. بعد بهترین عکست هم اینطوری میشه، یه عکس خفن میگیری یه چیز دو دو چیز کوچیکه. خب چرا اینطوریه؟ این چه منطقیه؟ مامانم لیوانا کدوم گوریه؟ من تو اتاق مامانم گیدم میگفت ظرفا بالا، میگفتم نه مطمئنی؟ گفتم به خدا نیست. هم میومد بالا میدید واقعا نیست. آی خیلی حال میداد. بعد تا یکی ما تو خونه ما بحث دعوا بود که خب الان ظرف خونه ما کجاست. واقعا نمیدونم کجا میرم ظرفو، ولی من بر نمیداشتم. واو پسرم از این ویدیو امیدوارم لذت برده باشی، فراموش نکنید اگه دوست دارید بازم چیزی بخورم حساس کامنت برام بنویسید. میرم تو تا بعد آتیشا. بابای بابای نه.